هر کسی یه چیزی رو ترجیح میده، یکی ثروت رو ترجیح میده، یکی شهرت رو ترجیح میده، من فقط تأثیر مغزی رو ترجیح میدم، من خیالی رو ترجیح میدم. اون گربه یه لش خیابونی که واسه یه غذا سرش دیگه. اسم من علی رضاست، ملقب به ساچمر، 24 سالمه و یه رپر هستم. من اولش بازیگر تئاتر بودم، اما بعد از اینکه این مقدار موزیک هیپ هاپ رو گوش دادم، علاقه من شدم که این موسیقی رو دنبال کنم و فکر کردم که میتونم اون حرفایی که توی دلم هستش و اون حرفایی که میخوام بزنم و میتونم تو این سبک بزنم و این سبک من انرژی زنم دیگه اون چیزایی رو که میخوام و بیان کنم. فکر میکنم الان 10 سال باشه که این کار انجام میدم. به دلیل اینکه شرایط توی ایران بسیار بسیار سخت بود برای هر کلن هنر، اونجا خیلی سخته ادامه دادنش، اما وقتی شما یه خواننده زیرزمینی هستید، چون رپ هیچ مجوزی داخل ایران نداره، به همین خاطر وقتی شما یه خواننده زیرزمینی هستید بسیار بسیار خطرناک و کلن زندگی جالبی تو ایران نخواهید داشت و کلن به همین خاطر بود که من مجبور شدم که خاک ایران رو ترک کنم و خارج از کشور بیام. فکر میکنم تو سالهای اخیر تعدادشون خیلی رفته بالا، به صورتی که میتونم جرأت بگم تو هر خانواده ای حداقل یه خواننده وجود داره، رپ یا سبکای متفاوتی که وجود داره. داری باز واسم ناز کنی نه، تو فکر کردی یه بچه باز داری زن، تو به ما نمیخوری دافی جیگر و چی میگی دوست داری باشی پیشم، میخوام بخونم تا زرا باز بره بالا بیشتر، ولی امشب شب به جمعه حالا بیگا پیشم. ای سیگار لعنتی کام بده حالا واس من، تا دختر حرفم و خیلی رخ بگم حالا واسد من، وقت ندارم توی 24 ساعت خرابم توی خیابون پس سوار کن بزن میترسم حرف قرارم، مردم واسمون میگی صدام خوفه باشه قبول، بیا ماچت کنم تا که جاش کبود، از این بحث دو نشیم و بچستیم بهش، همه بدونن اینو چه کسی نوشت، ما مست و پاتیلی با دست و پا میریم تا هست و تا مریخ را دست و پا کن. در واقع تعداد خیلی زیادی رپر وجود داره، جایی که حتی میتونم میگم تو سالهای اخیر تو هر خانواده میشه پیدا کرد یه کسی رو که یعنی خانن مثلا پاپ یا رپ خیلی جدیدن زیاد شده، و این به دلیل خیلی مشکلاتی که واسم پیش اومده بود برای تهیه موزیک ویدیوم، مجبور شدم که خاک ایران رو ترک کنم و اینجا اومدم. این رپ هرزه یه لعنتی که توش یه قرون برشه یه پول نیست، و ترجیح میدم به میلیارد اختلاف لرز فکرم اینه زور نیست، خو رپ حس ما یک فکر خاص که ترجیح میدمش به پول اختلاف. در واقع خیلی داستان طولانی و سختی داره این داستانی که چجوری من خودم رسوندم به اینجا، خیلی داستان طولانی و سختی هستش. حالا ایشان توی فرصت مناسب ترین و وسط ما رو بگم. یه روز خوب میاد که ما همو نکشیم، به هم نگاه بد نکنیم، با هم دوست باشیم و دست بندازیم روشونه های هم، آها مثل بچگی ها تو دبستان، هیچ کدوممونم نیستیم بیکار در حال ساخت و ساز ایران. We've witnessed Iranians go out onto the streets and show breathtaking courage in speaking out for liberty, for freedom, for democracy. It's important to note that the 2009 protests were not the beginning of Iran's democracy movement.
Iranians have been fighting for this elusive quest for more than 100 years, and they have yet to achieve it. یکی از خاطره‌هایی که من هم میتونم بگم خیلی خاطره خوبیه واسم و هم خیلی خاطره ناراحت کننده ایه، همش تقریبا تو یه روز اتفاق افتاد و اون به این خاطر بود که اولین باری که من رفتم و طرفدارامو از نزدیک دیدم به صورت صورت تو صورت، متاسفانه چون جمعیت خیلی زیادی اونجا جمع شده بود به اصطلاح اومدم و ما رو دستگیر کردن و خب این به یکی از تلخ‌ترین خاطره‌های من تبدیل شد که چند روزم تو زندان بودم به خاطر اینکه دستگیر شده بودم و همون روز خیلی خوب بود چون طرفدارامو سینه به سینه و صورت به صورت داشتم میدیدم و هم با دستگیریم اون روز به تلخ‌ترین یکی از تلخ‌ترین روزان دست تبدیل شد. مخاطبم خب یه سری به اصطلاح چون من خیلی سعی کردم همیشه هیپ هاپ اصیل رو اجرا کنم، مخاطبم مخاطبای خاصی هستن اما و من خیلی دوست دارم چون من اصلا عامه پسند نمیخونم که عوام جامعه بتونم باش ارتباط برقرار کنن، اما موسیقی یه حالت خاصی داره واسه همین مخاطبم مخاطبای خاصی هستم. منم اسم کارام اصلا میذارم تأثیر مغزیه، کارهایی که انجام میدم چه موسیقی باشه چه تصویری کلا من به تأثیر مغزی ازشون اسم میبرم. و اگه بخوام بگم تحت تأثیر چه کسایی قرار گرفتم، خب نویسنده و به اصطلاح روشنفکرهای بسیار زیادی هستن که من با خوندن کتاباشون و مطالعه کردن افکارشون تحت تأثیر قرار گرفتم. تهای روز وقتی ماه میاد بالا میده رو آسمون لند دوتا کلمه یه متضاد پاس بون نه درگیریم تو ام با درگیری تو تفریح نداریم حقیقتی که تو شهر دیدیم و چهلیدیم و بیابون اون واسه من نمیرم ازش، کسی نمیتونه اونو بگیره از من، اونقدر رو آسفال جلوم میدم که توی خیابونا بمیرم ازش.